با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه، خوشحالم که یک روز دیگر خدمت شما عزیزان هستم. امروز میخوام کیک درست کنم، کیک ترکیه به اسم پادشاه یاستی است و به زبان فارسی میشه بالش پادشاه. بسیار ساده و لذیذ هست، با ما همراه باشید. آرد 1.5 لیوان، تخم مرغ 4 عدد، آب جوش نصف استکان و شکر نصف لیوان، وانیل 1 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر 2 قاشق غذاخوری، خامه پودر 1 بسته و 1 لیوان شیر ترکیب کنید. ابتدا من آرد و بیکینگ پودر رو که همون مواد خشک میشه و با هم ترکیب میکنم و الک میکنم. حدود 3 بار این آرد رو ما باید الک کنیم. و بعد تخم مرغ داخل ظرف مورد نظرتون بریزین و شکر رو اضافه میکنیم، شروع میکنیم به هم زدن. بعد انقدر هم بزنیم که حالت کشدار و کرم رنگ بشه این تخم مرغ و شکر ما. آب جوش رو الان اینجا من بهش اضافه میکنم. و وانیل رو. عزیزان اگر همزن برقی ندارید میتونید از 2 چنگال که روی هم گذاشته میتونید استفاده کنید برای زدنش یا از همزن دستی. فقط مدت به هم زدن رو باید بیشتر کنید. الان اینجا دیگه توی مرحله من آرد و بیکینگ پودر رو که با هم الک کرده بودم رو بهش اضافه میکنم و مجددا این رو ما میزنیم. خب برای اینکه بخوایم توی قالب کیک رو بریزیم من مقدار آرد میریزم. قشنگ داخل قالب این من آرد رو میچرخونم. اگر شما کاغذ پوستی یا همون کاغذ روغنی دارین تش بندازید کافی است. این مواد رو که آماده کردیم میریزیم و فر هم که از قبل باید روشن کرده باشین و گرم شده باشه. اینو داخل فر میذاریم به مدت 30 دقیقه به دمای 175 درجه. خب الان ما اینجا میخوایم شربت بارمون یا همون شهد رو درست کنیم که بارها من قبلا در آموزش‌های قبلی گفتم. شکر 2 لیوان، آب 3 لیوان و گلاب و زعفران به میزان لازم و این گلاب و زعفران به دلخواه است که به ذائقه ایرانی ها خیلی خوش میاد. تو خود ترکیه استفاده نمیشه. ابتدا من شکر رو داخل ظرف مورد نظر میریزم که میخوایم بزنم روی گاز برای درست کردن شیره و آب رو بهش اضافه میکنیم. این ما میذاریم روی گاز. خیلی همش نزنید، میذاریم روی گاز تا خود شکر آب بشه. در این مرحله ما میخواییم خامه رو درست کنیم. من اینجا خامه پودری استفاده کردم. یه بسته خامه و 1 لیوان شیر سرد رو بهش اضافه میکنم و کاملا ما باید رو به هم بزنیم تا فرم بگیره. همراهان عزیز اگر دوست داشته باشین میتونید خامه پودری و مثل من با شیر استفاده کنید. اگر نه میتونید خامه های فرم گرفته آماده تهیه کنید یا اینکه خامه صبحانه رو میتونید، ولی خامه صبحانه رو باید انقدر بزنید که حالت فرم گرفته بشه. این خامه رو میزنیم و بعد میزنیم توی یخچال تا مراحل بعدی کار. خب این شربت بار ما ببینید دیگه آماده است که انگار به قوام میاد. تو مرحله آخر گلاب و زعفرون رو من بهش اضافه میکنم و یه مقدار اگه دوست داشته باشید میتونید آب لیمو بهش اضافه کنید که یه طعم ترشی بگیره. بوده یه قاشق. کیک ما هم دیگه آماده شد. حدود 30 دقیقه ببینید داخل سیخ چوبی یا همون چنگال هم میتونید بزنید دیگه بهش نمیچسبه. دیگه آماده هست، به اون سیخ هیچی نمیچسبه. از وسط برشش میدیم.
خب اینو اگه این قالبای کمربندی داشته باشین کارتون خوب راحت تره. اگه نه که به همین صورتی که من میبینید برش میزنم با چنگال یا همین سیخ چوبی اینو کاملا ما توش حفره ایجاد میکنیم، به صدا سوراخ ایجاد میکنیم و این شیره رو میریزیم روش. تمام قسمت این سطح کیک رو با این شیره ما کاملا پر میکنیم. بعد خامه رو میریزیم. خامه رو کاملا پهن میکنیم یا به اصطلاح پخش میکنیم روی سطح کیک. اگر بخواین شیرینیشو کمتر کنید میتونید شیره رو کمتر بریزید، کمتر استفاده کنید. دوباره این لایه دوم هم مقداری ببینید شیره روش میریزم، قسمت همون پشتش که میخواد روی خامه قرار بگیره و بعد این دوباره برش میگردیم رو اون سطح قبلی که خامه مالیدیم و دوباره با سیخ چوبی میام توی کمونی دارم این رو سوراخ ایجاد میکنم برای که بقیه شیره رو بریزیم روش. بعد از اینکه شیره رو ریختیم کاملا تمام سطح و پوشون، ما دیگه اینو میذاریم داخل یخچال. اگر بتونید اینو یک شب قبل درست کنید که خب خیلی خوشمزه تر میشه، اگر نه حدود 3-4 ساعت داخل یخچال بذاریم و بعد دیگه آماده سرو میشه. از زاینم از کیک ما که آماده شده من اینو برش میزنم. اگر دوست داشته باشید میتونید با خامه، گردو یا حالا مربا یا میوه هایی که در منزل دارید شو تزیین کنید و میل کنید. همراهان عزیز خسته نباشید، اینم از کیک بالش پادشاه ما. امیدوارم که درست کنید و لذتش رو چندین برابر کنید و از تجربه خودتون برای من کامنت بذارید و بنویسید. اگر از کانال ما خوشتون اومد لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت بیشتر کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. اگر سوال دارین برای من کامنت بذارین، در خدمت تک تک شما عزیزان خواهم بود. خدا نگهدار تا خوشمزه دیگه.